آغاز کردیم، ما تداوم می‌بخشیم و ما پایان خواهیم داد. ایران اکنون سال هاست که شورشی ترین کشور جهان است. سرزمینی که زیر پوست شهر و روستایش شورشی گسترده و عمیق در جریان است. سرزمینی که کوچه ها و خیابان هایش آکنده از قهرمانان گمنامی است که با افتادگی تمام از کنار دستتان در همین خیابان‌ها رد می‌شوند بی آنکه آنها را بشناسید و شما تنها هر از گاهی نام یکی از آنها را از رسانه‌ها می‌شنوید، آن هم هنگامی که آن قهرمان شورشی ستاره‌ای می‌شود فراراه دیگران. ولی الله فیض مهدوی یکی از این ستاره‌هاست. این روز سالروز شهادت ولی‌الله فیض مهدوی مجاهد دلی که تا لحظه آخر تن به استقام و استبداد رژیم آخوندی نداد و در سن 27 سالگی توسط رژیم آخوندی اعدام شد، که به همین مناسبت ما یاران مقاومت در داخل کشور از طرف رزمندگان شهر اصفهان این گل را نثار این شهید دلیر می‌کنیم. ما یاران و هواداران مقاومت در ایران این گل را نثار این شهید دلیر ولی‌الله فیض مهدوی. ولی قهرمان، فرزند دلاور مردم همدان، بارها از درون سیاه‌چال‌های آخوندی پیام مقاومت و ایستادگی به بیرون از زندان فرستاد. صدایش را بشنویم. با درود به تمامی هموطنان عزیزم که در ایران و سراسر جهان صدای من می‌شنوند. من ولی‌الله فیض مهدوی متولد 5 بهمن ماه سال 1358 هستم که در مهر ماه سال 1380 در سن 22 سالگی به دست مامورین وزارت اطلاعات به اتهام پیوستن به سازمان مجاهدین خلق آزادی علیه امنیت کشور دستگیر شدم. بعد از دستگیری مدت 546 روز در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات تحت بازجویی و شدیدترین شکنجه‌های فیزیکی روحی قرار گرفتم. یکی از همسلولی‌های ولی‌الله که مدت کوتاهی با او در زندان بوده درباره او گفته: اولین بار او را در یکی از سلول‌های بند 209 اوین دیدم، زندانی که مربوط به اطلاعات رژیم است. همان دورانی بود که رژیم در وحشت از قیام‌های مردمی دست به دستگیری‌های گسترده‌ای زده بود، طوری که توی زندان‌هاش جا برای بازداشتی‌ها کم آورده بود. شب بود و من با تمام وسایلم که عبارت بودند از یک پتوی پوسیده و پاره و یک ظرف فلزی غذا و یک قاشق وارد سلول شدم. به محض باز شدن درب آهنی سلول، ولی‌الله که خوابیده بود بیدار شد و با دیدن من لبخند گرمی بر لبانش نقش بست و صمیمانه احوال پرسی کرد و گفت: خوش آمدی. البته اینجا خوش آمدگویی ندارد، ولی اصطلاح است و بی مقدمه خودش را معرفی کرد و گفت: من ولی‌الله فیض مهدوی هستم و به جرم عضویت در سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران در اینجا هستم. حکمم این است که چند بار اعدام شوم، ولی کور خواندند، بیشتر از یک بار نمی توانند اعدامم کنند. و شروع به خندیدن کرد. در طول این مدت زندان انفرادی تنها چیزایی که همیشه و همه جا با من بود دستبند و پابند و یه چشمند مشکی بود و در یک سلول که نور کافی هم نداشت به سر می بردم. این دوران سخت‌ترین دوران زندگی من بود.
بعد از صفا مأمورین وزارت اطلاعات و بازجویی منو به من از خواب بیدار می‌کردن و به محوطه خارج از سلولم می‌بردن و به من می‌گفتن که آخرین تقاضاتو بگو. بعد با شلیک یه گلوله منو می‌ترسوندن. من فکر می‌کردم که گلوله بهم اصابت کرده و مدتی شوکه بودم، اما دوباره دست منو می‌گرفتن و به سلولم باز می‌گشتن. همسلولی ولی الله باز هم درباره او میگوید شیفته برادر مسعود و خواهر مریم بود. همواره در بین صحبت‌هایش جملاتی از برادر مسعود را نقل می‌کرد و خیلی از صحبت‌های برادر مسعود را از حفظ بود و مستمر تکرار می‌کرد و هر بار که تکرار می‌کرد رنگ چهره‌اش سرخ می‌شد و سراپا شور و هیجان بود و نمی‌توانست یک جا بنشیند. ولی قهرمان بارها و بارها به بیدادگاه رژیم رفته و بارها حکم اعدام گرفته بود. بعد از اتمام دوران انفرادی در سال 1382 در شعبه 26 بیدادگاه انقلاب تهران فقط در یک جلسه دادگاه که مدتش هم بسیار اندک بود به ریاست قاضی حداد به اعدام محکوم شدم. در همون جلسه دادگاه تمام اتهاماتی که به من وارد شده بود صریحا رد کردم و با صدای بلند فریاد زدم که دادگاه رژیم رو به رسمیت نمی‌شناسم، چرا که نه وکیلی از طرف من در دادگاه حضور داشت و نه هیئت منصفه‌ای. در همون روز به علت اعتراضم به قاضی دادگاه به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شدم و چند ماه در اون زندان در بدترین شرایط ممکنه نگهداری می‌شدم. ولی با همه زندانیان، حتی زندانیان عادی، پیوندی نزدیک، صمیمی و تأثیرگذار برقرار می کرد. هر کس که وارد زندان می شد، از هر قشر و طبقه‌ای بود، بلا فاصله ولی رو می دیدی که پیشش نشسته و داره درد دلش رو گوش می ده. چند روز قبل فرارسیدن نوروز سال 85 بود که توسط معاون قضایی زندان زندان رجای شهر علی محمدی برگه به من ابلاغ شد که حاکی از اجرای حکم اعدامم در 26 اردیبهشت ماه سال 1385 بود. همین هفته گذشته بود که رئیس بند 6 محمد جاری من به دفترش احضار کرد و با لحنی خشن و تهدیدآمیز به من گفت که چرا اخبار مربوط به ابلاغ حکمتو به بیرون از زندان میدی؟ این کار اصلا به نفع تو نیست، همونطوری که به نفع حجت زمانی نبود. ولی دلاور یک بار مقدمات فرار از زندانو آماده کرده بود که مأموران با مشاهده دستکاری شدن میله‌های شکسته سلول متوجه شدند و طرحش ناتمام ماند و ولی قهرمان رو یک سره به اتاق شکنجه بردند. من ولی رفیق مهدوی از اینجا به تمام دوستان و آزادیخواهان و تمام مبارزین که در ایران مشغول مبارزه با دیکتاتوری و ظلم هستن اعلام میکنم که ما هرگز دست از مبارزه نخواهیم کشید و به یاری شما دوستان خبر آزادی و برشایی را خواهیم گفت. ولی قهرمان زندان رو هم بخشی از مبارزه و مرحله ای از رسم برای آزادی می دونست. هموطنان و دوستان عزیزی که صدا منو می شنوید، من در طول مبارزاتی که داشتم آموختم که برای فرد مبارز اهمیتی نداره که حتما خودش به هدف نهاییش برسه، بلکه مهمتر از همه چیز تداوم مبارزه در راه رسیدن به هدفشه و معتقدم که عدالت و آزادی دموکراسی مثل تنفس برای هر انسانی حیاتی و لازمه و به همین دلیل از شما میخوام که در مقابل زورگویی‌های حکومت آخوندی حاکم در ایران دست از مبارزت نکشین. در پایان هم پیامی دارم برای عمال سرکردگان حکومت و به اونا میگم که ما هرگز هم به ذلت و تسلیم در مقابل شما نخواهیم داد و به حکومت دیکتاتوری حاکم شما به قیمت از دست رفتن جونمون هم آری نخواهیم گفت. زنده باد آزادی ملت ایران. از قید ستم و ظلم و استثمار ولی الله فیض مهدوی هستم از زندان رجای شهر. مجاهد قهرمان ولی الله فیض مهدوی
در آخرین پیامش از زندان فراز بالا بلندی از مفهوم مبارزه برای نسل‌های آینده ترسیم کرد و گفت: ما آغاز کردیم، ما تداوم می‌بخشیم و ما پایان خواهیم داد. ولی الله فیض مهدوی، زندان گوهردشت کرج، پرانتز باز رجوع شد، 4685. یه ترانه بود که ولی خیلی دوستش داشت و هر وقت فرصتی یا مناسبتی میشد اون ترانه رو برامون میخوند. ترانه خونرقبان ها.